با درود به دوستان گرامی، امید دارم خوب و تندرست باشید. روزای عید را به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. در جلسه هشتم اصول نگارش قرار داریم. در این جلسه درباره چگونگی قاعده و قواعد جمله در نگارش پرداخته می شود. اما می دانیم که سخن و نوشتار توسط جمله ها ارائه می شود. بنابراین رعایت قاعده و قواعد جمله در سخن و در نوشتار خیلی مهم است. امید دارم این جلسه را دنبال کنید. اگر تفسیر نظر، پیشنهاد، انتقادی داشتید در میان بگذارید. درباره انتقاد و پرسش های شما مشوره صورت می گیرد. نخست به جایگاه جمله می پردازم. طوری که اشاره شد، جمله از عنصرهای اساسی و مهم سخن و نوشتن است. چرا؟ برای اینکه ما با جمله ها سخن می گوییم و با جمله ها می نویسیم. وقتی از دستور زبان صحبت می کنیم، در واقعیت امر صحبت از دستور جمله است. چرا؟ برای اینکه تمام قاعده و قواعد زبان در جمله تحقق پیدا می کند و تمام عناصر زبان در جمله وجود دارد. اگر از نظر آواشناسی صحبت بکنیم، اگر از نظر واژه‌شناسی صحبت بکنیم و اگر از نظر صرف و نحو صحبت بکنیم، اما در جمله مطرح است. بنابراین هر جمله دارای یک ساختار دستوری و منطقی است. منظور از ساختار دستوری این است که هر جمله قاعده و قواعد خود را دارد و منظور از ساختار منطقی این است که هر جمله دارای معنا، محتوا و استدلال و شیوه بیان خود است. یعنی اگر در یک جمله دستور زبان رعایت شده باشد، اما جمله از نظر منطقی مناسبات معنایی نداشته باشد، آن جمله نمیتواند درست باشد، زیرا دارای پیام نیست. مثلا اگر بگوییم که شیشه با سنگ شکستانده شد، اینجا جمله درست است و هم رابطه دستوری دارد، هم رابطه منطقی. و اگر بگوییم سنگ توسط شیشه شکستانده شد، اینجا میتونه جمله مشکل دستوری نداشته باشد، اما از نظر عقلی و منطقی درست نیست. بنابراین جمله پیام ندارد، زیرا تجربه انسان این است که شیشه سنگ را شکستانده نمیتواند. بنابراین هر جمله دارای ساختار دستوری و ساختار منطقی است که و در ضمن هر جمله دارای سه عامل دیگری نیز است که یکی گوینده است و دیگری شنونده است. در وسط گوینده و شنونده آنچه که وجود داره پیام هست. وقتی من امین اکنون با شما صحبت میکنم، توسط جمله ها صحبت میکنم، شما این جمله ها را میشنوید، اما هدف من و قصد من رساندن پیام هست، رساندن معنا است، رساندن خبر است. بنابراین اگر یک جمله این سه عنصر را نداشته باشه، جمله ها نمیتونه که معنادار باشه یا درست باشه. یعنی اگر من برای خود صحبت بکنم فرق میکند، فقط برای خود صحبت میکنم و اینجا کسی نیست که جمله را بشنود. از این نظر جمله به گوینده، به شنونده و به پیام نیاز دارد. و اگر من صحبت کنم و شنونده هم وجود داشته باشد، اما جمله های من فاقد معنا و فاقد خبر و فاقد مفهوم و پیام باشد، بازم ارتباط برقرار نشده است. از این نظر باید ما وقتی که می نویسیم یا سخن می گوییم، منظور و قصد ما
از نوشتن جمله یا سخن گفتن چیست این را جدی در نظر داشته باشیم. بحث دوم قاعده جمله در زبان فارسی است. ببینید هر زبان یا جمله های هر زبان قاعده و قواعد مخصوص به خود را داره. در زبان فارسی قاعده یک جمله این گونه است: فاعل هست، جمع حالا مفعول یا مسند یا هر تکمیل کننده دیگری که در وسط بیاید، و بعد هم فعل است در آخر. بنابراین گروه اسمیه یا فاعل در آغاز جمله می آید و فعل معمولا در آخر می آید. از این نظر اگر ما بخواهیم یک جمله سرراست، درست و خبری بنویسیم، باید قاعده و قواعد جمله را رعایت بکنیم. منظور من از اینجا اصول نگارش، نگارش علمی است، نه نگارش ادبی و گونه های دیگری نگارش. بنابراین در نگارش علمی و در نگارش رسمی و در نگارش مطبوعاتی بایستی قاعده و قواعد معمول و رسمی جمله را رعایت بکنیم، مگر اینکه ضرورتی باشه که اصلاح دیده شود که قاعده و قواعد جمله طور دیگری به کار برود. در غیر آن بایستی قاعده و قواعد رعایت شود. این قاعده و قواعد مثلا میگید که نمیگویید که آمد امروز رئیس جمهور، میگویید که رئیس جمهور امروز آمد. رئیس جمهور اسم یا کسی است که فعل آمدن را انجام داده. امروز قید است، قید زمان است، آمد فعل است. اگر بخواهیم بگوییم که رئیس جمهور آمریکا امروز به افغانستان آمد، اینجا رئیس جمهور آمریکا هم اما گروه اسمیه یا فاعل جمله، امروز قید زمان و افغانستان قید مکان و آمدم فعل. این گونه باید به کار ببریم و این قاعده و قواعد یا فرمول را اگر رعایت بکنیم، جمله های ما دچار مشکل دستوری نمی شود. ولی اگر قاعده و قواعد را رعایت نکنیم، قاعده و قواعد یا فرمول جمله را رعایت نکنیم، طبعا جمله های ما دارای مشکل می شود. شما باید این قاعده و قواعد جمله را در نظر بگیرید و طبق قاعده و قواعد یا فرمول جمله جمله بنویسید. اگر این را رعایت کردید مشکل پیش نمی آید، ولی اگر رعایت نکردید طبعا مشکل پیش می آید، مشکل در معنا و در اطلاع رسانی و در پیام پیش می آید. اجزای جمله است. هر جمله، عرض کردم که تمام عناصر زبان می تواند در یک جمله بیاید، هم اسم بیاید، هم صفت بیاید، هم قید بیاید، هم عدد بیاید، فعل بیاید، فاعل بیاید، همه میتواند در جمله بیاید. بنابراین ما وقتی که از جمله صحبت میکنیم، این همه این اجزای سخن در جمله اتفاق میفتد. این اجزای سخن را هم باید ما طبق کدام مورد، کدام قاعده، همین قاعده جمله یا فرمول جمله باید جا با جا بکنیم. مثلا اسم یا در گروه اسمیه در جایگاه فاعل می آید یا در گروه مفعول می آید، که باز هم این گروه مفعولی هم گروه اسمیه است، و فعل معمولا در آخر جمله می آید که امان ما این را گروه فعلیه می گوییم. بنابراین وقتی اگر صفت هست، بهتر است صفت را در کنار اسم به کار ببریم. چرا؟ برای اینکه نزدیک به اسم باید باشد.
برای اینکه صفت معمولا یک اسم را توصیف میکند و اگر قید است بهتر است که ما قید را نزدیک به فعل به کار ببریم. چرا؟ به دلیل اینکه قید فعل را توصیف میکند. این اینجا است که ما اجزای سخن را چی کردیم؟ درست به کار بردیم، طبق فرمول به کار بردیم. مثلا اگر میگوییم که فریده شوخ امروز آیسته از خانه بیرون شد، اینجا فریده اسم است، شوخ صفت است و ما شوخ نزدیک به فریده به کار بردیم برای اینکه فریده را توصیف میکنه و امروز و آیسته را نزدیک به فعل به کار بردیم. چرا؟ به دلیل اینکه قید است و فعل را توصیف میکنه و فعل را مشخص میسازه که چی وقت و چی گونه اتفاق افتاده. و ما میتوانیم این جمله را هم این گونه به کار بریم: امروز آیسته فریده شوخ از خانه برآمد. ولی اینجا همین فرمول یا قاعده و قواعد رسمی جمله به هم خورده است. از این نظر در اطلاع رسانی یا در پیام کمی میتواند که مشکل زیادی نیست، ولی میتواند که اختلال ایجاد بکند. و اگر بگوییم که فریده شوخ امروز آیسته از خانه برآمد، در اینجا تمام اجزای سخن به درستی به کار رفته و طبق قاعده و قواعد رسمی و سرراست جمله به کار رفته است. یعنی اینکه فریده به شوخ ارتباط داره و کنار هم آمده و امروز قید زمان هست، آیستم چگونگی و شدت اتفاق برآمدن را نشان میده و خانم قید مکان است. از این نظر این گونه اگر به کار برود بهتر است. حالا در شرایط دیگر یا در جابجایی های دیگر هم میتواند رخ بدهد، اما این جابجایی ها که برای چه منظوری میتواند رخ بدهد باید دقت شود. ولی در کل سرراست به کار بردن اجزای سخن و طبق فرمول جمله به کار بردن خیلی مفید است و در پیام رسانی و در خبر رسانی و در اطلاع رسانی مهم است. باید این مورد رعایت شود که بخصوص در نگارش های علمی، بخصوص در نگارش های خبری و مطبوعاتی رعایت شود. حالا نگارش ادبی فرق میکند. بخش دیگری است نعات و گزاره. ببینید هر جمله دارای دو بخش است که نهاد و گزاره میگوییم در فارسی برایش. در دستورهای سنتی مبتدا و خبر میگفتند، در منطق موضوع و معمول میگویند. نهاد کدام بخش جمله است؟ بخش فاعل جمله است. گزاره کدام بخش جمله است؟ بخش خبر جمله است. یعنی هر جمله یک موضوع داره و یک خبر داره. به چی معنا؟ به این معنا که بخش فاعل جمله موضوع جمله است که شما میخواید درباره آن موضوع صحبت کنید، و بخش گزاره جمله بخش خبر جمله است، شما میخواید درباره همین موضوع خبری را بگویید. بنابراین هر جمله به این دو بخش باید تقسیم شود و این دو بخش باید بینش تفکیکی وجود داشته باشد و اجزای سخن بایستی در این دو بخش جا بجا شود. مثلا ابو علی سینا پزشک نامدار. ابو علی سینا پزشک نامدار اینجا هم نهاد جمله هست، هم موضوع جمله هست و هم فاعل جمله است. این ما میگیم گروه اسمیه. کتاب های زیادی درباره کلام و پزشکی نوشته است. این گزاره جمله یا خبر جمله است. کتاب های
زیادی درباره کلام و پزشکی نوشته است. خبری جمله است. یعنی چی؟ یعنی این که این سخن درباره کی، درباره چی گفته شده؟ درباره ابو علی سینا گفته شده. ابو علی سینا اینجا موضوع هست که امین خبر یا معمول درباره ابو علی سینا ارائه شده است. اینجا هم شما میبینید که قاعده و قواعد طبق امین فرمول فاعل مفعول فعل رعایت شده است. اگر ما این جمله را اینطور بنویسیم، کتاب های زیادی ابو علی سینا درباره کلام و پزشکی نوشته است، یا بازم جابجا کنیم، میتونه جابجایی های زیادی رخ صورت بگیرد، ولیکن این جابجایی ها خلاف فرمول یا قاعده و قواعد جمله است، جمله فارسی است، معنا را میتونه دچار اختلال بکنه، پیام رسانی را میتونه دچار اختلال بکنه. اگر منظور قصد معنادیی دیگری باشد، بعد اونجا فرق میکنه، ولی در کل بایستی ما طبق همین قاعده و قواعد بنویسیم. اینجا قاعده و قواعد رعایت شده. ابو علی سینا پزشک نامدار فاعل جمله است، در اول آمده. کتاب های زیادی درباره کلام و پزشکی که میتونه نقش مفعولی داشته باشه نوشته است، فعل نوشته است، فعل است، در اینجا رعایت شده است. بنابراین همین طوری که شما طبق این قاعده که فاعل در آغاز بیاید، دیگر بخش های جمله در وسط بیاید و فعل در آخر بیاید، جمله ها را بنویسید. اگر منظور غیر از این باشد و پیام رسانی برای در متن قرار بر این شود که جای این قاعده و قواعد تغییر بخورد، آن موارد استثناء هست، ولیکن در کل باید این مورد رعایت شود. و در اینجا هم مثلا پزشک نامدار بایستی در کنار ابو علی سینا بیاید، و ما میتونیم این را هم جا به جا بکنیم، اما معنا دچار اختلال میشود. و همینطور مثلا میتونیم بگوییم ابو علی سینا پزشک نامدار درباره کلام و پزشکی کتاب های زیادی نوشته است. یعنی جا به جایی ها میتونه رخ بده، ولیکن باید توجه داشته باشیم که این جابجایی ها اگر استثنایی هست، اگر نیتی هست، صورت بگیره، و در غیر آن جمله بهتر است که طبق امان قاعده و قواعد جمله یا فرمول جمله نوشته شود، و اجزای سخن هم طبق امین قاعده و قواعد در کنار اسم، در کنار فعل قرار بگیرد. و بحث دیگری که داریم جمله ساده است. ما دو گونه جمله داریم، یکی جمله ساده داریم، یکی جمله های آمیخته یا مرکب. در جمله ساده ما جمله ساده یک جزئی و جمله ساده چند جزئی داریم. مثلا جمله ساده یک جزئی چی است؟ جمله ساده دو جزئی، یک جزئی، ببخشید منظورم دو جزئی بود. جمله ساده دو جزئی چی است؟ احمد رفت. یک فاعل داره و یک فعل داره. احمد رفت. اینجا احمد رفت دارای دو جزء است. یک فاعل و یک فعل داره، ولی هر جمله باید دارای نهاد و یک نهاد و یک گزاره باشه. احمد در اینجا نهاد است، رفت در اینجا چی است؟ گزاره است. از این نظر این جمله رو ما جمله ساده دو جزئی میگوییم، و ما میتونیم جمله ساده سه جزئی هم داشته باشیم. احمد نامه را نوشت. احمد نامه را نوشت، اینجا جمله دارای چی است؟ سه جزء است. احمد فاعل، نامه را مفعول، و نوشت فعل. اینم به ترتیب باید بیاید، نباید بیاید که نامه را احمد نوشت. اگر نامه را احمد نوشت، اینجا میتونه منظور غیر از این باشه که جمله ما با یک جمله قبل از خود ارتباط داشته باشد. اینجا باز این جمله
کامل نیست و نیتی قبل از این جمله ارتباط داشته که آن سخن در اینجا برش اشاره نشده. ولی در غیر آن باید احمد نامه رو نوشید. یا اگر جمله ما مفعول نداشته باشه، مسند داشته باشه. احمد مریض شد. مریض در اینجا مسند است. و همینطور میتونیم جمله های سه جزئی و جمله های چهار جزئی هم در جمله ساده داشته باشیم. بایستی جمله ساده هم طبق امین فرمول نوشته شود. بعد جمله مرکب را داریم. جمله مرکب از چندین جمله واره ساخته شده که در حقیقت هم این جمله واره را اگر بیرون بکنیم می توانیم به عنوان جمله های ساده بنویسیم. اما این جمله واره ها در درون یک جمله معنای کامل نداره. معنای هر جمله واره به جمله واره قبل و بعد از خودش وابسته است. از این نظر این جمله واره ها در یک جمله می آید. یعنی چی؟ یعنی این که جمله ما در جمله مرکب دارای چند نهاد و گزاره است. یعنی دارای چند نهاد و گزاره است. هر جمله واره می تونه یک نهاد و یک گزاره داشته باشه. از نظر ساختاری جمله مرکب دارای چند نهاد و گزاره است، ولی از نظر معنایی کامل نیست. یعنی پیام هر جمله واره پیام کامل را نداره. از این نظر است که جمله از نظر در جمله مرکب اجزای جمله از نظر پیام و معنا کامل نیست. بنابراین در اینجا جمله ها جمله واره ها که از خود دارای نهاد و گزاره است در کنار هم قرار می گیرند، برای انتقال یک معنا و یک پیام یک جمله را تشکیل می دهد. بنابراین طوری که ما در آغاز اشاره کردیم که هر جمله باید هم ساختار داشته باشه، هم ساختار دستوری داشته باشه و هم ساختار منطقی داشته باشه. منظور از ساختار دستوری امان داشتن نهاد و گزاره است. منظور از ساختار منطقی معنا و پیام است. جمله واره ها که در جمله مرکب می آید ساختار دستوری دارند، یعنی نهاد و گزاره خود دارند. اما از نظر منطقی معنا و پیام و معنا را انتقال نمی دهند. بنابراین یک جمله باید هم از نظر پیام و معنا کامل باشد و هم ساختار داشته باشد. اگر جمله معنا و پیام نداشته باشد، یعنی بعد از شنیدن جمله سوال دیگری برای شنونده مطرح شود، یک معنا و پیام کاملی را برای شنونده انتقال ندهد، آن جمله کامل نیست. جمله های ساده در همان سادگی خود کامل است. هم ساختار خود را داره و هم کامل است. اما جمله های مرکب اجزای جمله یا جمله واره هایی که در جمله آمده از نظری معنا کامل نیست. بنابراین اینا در یک جمله قرار می گیرند، در یک جمله مرکبی از نظری معنای قرار می گیرند که یک معنا را کامل بسازند. مثلا فرید که ناراحت به نظر می رسید. فرید که ناراحت به نظر می رسید. فریدون که ناراحت به نظر می رسید. در اینجا فریدون را داریم نهاد که ناراحت به نظر می رسید. داریم گزاره. ولی اگر من میگم که فریدون که ناراحت به نظر می رسید، بازم معنای جمله کامل نیست. باید یک وابسته دیگه هم داشته باشه. دیروز آمد. فریدون که ناراحت به نظر می رسید دیروز آمد، بازم معنای جمله کامل نیست. بدون آن که چیزی بگوید، بازم معنای جمله کامل نیست، در حالی که بازم ما یک نهاد دیگه در اونجا داریم. چیزهای برادرش را برداشت، بازم جمله چی؟ کامل نیست. دست برادرش را گرفت و با خود برد. اینجا هست که جمله چی می شود؟ کامل می شود از نظر معنا. فریدون که ناراحت به نظر می رسید دیروز آمد، بدون آن که چیزی بگوید چیزهای برادرش را برداشت، دست برادرش را گرفت و با خود برد. اینجا
ما یک نهاد داریم و چندین گزاره داریم. به نظر می رسید دیروز آمد بدونیان که چیزی بگوید، چیزهای برادرش را برداشت، دستی برادرش را گرفت و با خود برد، با خود برد. اینا همه چی است؟ اما گزاره ها است که به یک نهاد ارجاع می دید. اما سوال اینجا هست که آیا ما لازم داریم یا ضرورت هست که جمله های مرکب در نوشته ها و نگارش های علمی بنویسیم، در نگارش های مطبوعاتی و خبری بنویسیم؟ به نظر من لازم نیست، مگر اینکه ضرورتی باشه، مگر اینکه نیازی باشه. یعنی این نیاز و ضرورت اگر بر اساس یک استثنایی در نظر گرفته شود، در غیر آن بهتر است ما از جمله واره ها یا جمله های مرکب پرهیز کنیم و جمله ها را با جمله های ساده بنویسیم، با جمله های بنویسیم که دارای یک نهاد و یک گزاره است. مثلا ما می توانیم بگوییم فریدون دیروز اینجا آمد. اما ناراحت به نظر می رسید. او هیچ چیزی به ما نگفت. چیزها وسایل برادرش را برداشت و به برادرش گفت که بیا با هم برویم. خب یعنی ما میتونیم اینا رو به جمله های ساده تری تبدیل بکنیم و به جمله های ساده بنویسیم. بعد اگر جمله های مرکب را معمولا اگر نتوانیم بین نهاد و گزاره رابطه دقیق برقرار بکنیم، جمله دچار مشکل میشود. من نگارش هایی که گویا علمی بودند از استادان دانشگاه به من دادن که از نظر زبانی اینا را آن نگارش ها را بخونم. متاسفانه دیدم که جمله های مرکب هست و پی هم جمله واره ها آمده و معلوم نیست که این جمله واره ها گزاره هایش به کدام فاعل رجعت میکنه. رابطه فعل و فاعل مشخص نیست. این گونه نوشتن جمله های مرکب می تواند مشکل در نگارش علمی باشد. بنابراین تا حد لازم باید از جمله های ساده و جمله های اما دو جزئی که دارای نهاد و گزاره مشخص است، یعنی جمله های ساده است، استفاده بکنیم و از جمله های نوشتن جمله های مرکب جلوگیری شود. چون معمولا جمله های مرکب، نوشتن جمله های مرکب می تواند ابهام برانگیز باشد و می تواند از اون جایی که بین فعل و فاعل جمله فاصله می افتد، درک پیام را مشکل می سازد. در نگارش علمی هرچی ما این قاعده و قواعد را، فاعل، مفعول، مسند، فعل را رعایت بکنیم بهتر است. ولی در نگارش ادبی بد فرق می کند. در منظوری من اینجا نگارش داستان، شعر یا سایر گونه های نگارش ادبی نیست. در نگارش ادبی و در داستان ممکن جمله های مرکب جایگاه خود را داشته باشه، اهمیت خود را داشته باشه در بسام آورد. یا در نگارش های فلسفی هم فیلسوفان معمولا جمله های درازی می نویسن که گاهی وقت می بینیم که دو صفحه، یک صفحه این جمله تکمیل نمی شود و جمله واره های زیادی به هم در وسط می آید و این جمله یک صفحه یا بیشتر طول می کشد که درک چنین جمله های بلند و درک چنین جمله هایی که وابسته داره برای خود مشکل است از نظر پیام، یعنی از نظر رابطه منطقی و از نظر معنا و پیام جمله را دچار مشکل می سازد.
بنابراین عرض من به صورت خلاصه این است که ما در نگارش علمی و در نگارش رسمی امین فرمول را فاعل مفعول مسند فعل را رعایت بکنیم و ساختار منطقی جمله را رعایت بکنیم، دستوری را و پیام را در نظر داشته باشیم. بنابراین و با جمله های ساده بنویسیم و تا حدی لازم از نوشتن جمله های مرکب و جمله های بلند و جمله هایی که با هم وابسته و وابسته و جمله های وابسته دارد پرهیز شود. با احترام و ارادت.